جبین های پراژنگ و چهره های خسته، پرونده بدستانی که صف کشیدن و چشم به در دوختن تا ببینن که چند روز و شب دیگر باید انتظار بکشند. هر روزی که در نزدیکی نداره می گذرانند، آرامششان را بیشتر از دست می دهند. تقریبا از برای که درخواستی من 20 روز تیر می شه. تیر می شه، من خودم یک مسئله هستم، اینجا اتاق گرفتیم، کرای حتی کرای در افتامت من کرای موترم ایتون بدرقن، اینا هیچ مشکل قطعا هیچ مشکل مدی نظر نمی گیرن. ساعت ها می گذرد تا صفی ترتیب شود و متقاضیان یکی یکی به این اداره فرستاده شود. تنها مشکل گرفتن گذرنامه نیست. برخی ها گذرنامه دارند، اما شماری از کشورها گذرنامه های برقی را بدون تاییدی نمی پذیرند. یعنی هر جایی که میگم میرم پرواه ندارم، مقصد این کار انجام بدیم. اونجا سعید داره پیسه داره، پیسه ما چکتر اگرستن. رئیس این اداره میگوید که تمامی این مشکلات به هجوم یکبارگی متقاضیان گذرنامه و نبود برنامه روشن برای رسیدگی به این موضوع برمیگردد. ایجاب میکنه تا این سیستم تغییر کنه، دستگاه های قوی تر برای ما داده شوه، تشکیل قوی تر برای ما داده شوه و پرینترهای قوی تر برای ما اکمال شوه. در او صورت اگر در روز 10,000 نفر را مراجعه کنه، ما توانمندی زیرا داریم که بدون کدام فساد و بدون کدام تأخیر در کار مردم ما کار مردم انجام بده. پس از گرفتن درخواست این افراد 20 روز بعد برایشان گذرنامه داده می شود. در حالی که باید تمامی باشندگان ولایت های مختلف کشور از ولایت های خودشان گذرنامه به دست بیاورند، اما به علت های زیاد اینها ولایت هایشان را ترک می کنند و با مشکلات زیادی خودشان را به پایتخت می رسانند. اما برای اینها حتی رسیدن به داخل دفتر اداره پاسپورت هم مثل گذشتن از هفت‌خان رستم شده و اینها نمیتوانند تا بیشتر از 2 هفته حتی به داخل این دفتر برسند. به هر در و دریچه این اداره که میرسند سراغ گذرنامه هایشان را میگیرند. این اداره بیشتر از 200 کارمند دارد که با این وضعیت دست از پا گم میکنند. که تعداد مردم بسیار زیاد است، تقریبا مردم ساعتای 2 بجه شب نوبت میگیرن اینجا تا که عریضه را میگیره، بعد از عریضه را باز 2 روز بعد 3 روز بعد پشت عریضه میتلون دیگه. تعداد مردم بسیار زیاد است، مشکلات برای مردم هم است دیگه. بیشتر کسانی که به دنبال گذرنامه هستند قصد ترک کشور را دارند. این افراد نبود یک دورنمای روشن اقتصادی، وخیم شدن وضعیت امنیتی و نبود کار را از علتهای اصلی این تصمیمشان میدانند. اما هیچ تضمین وجود ندارد که آیا با ترک کشور به یک زندگی آسوده و بهتر خواهند رسید.